مرغ از آشیانه خود بیرون آمد. اینجا صنایع هواپیماسازی ایران، حسا، وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان نظامی و مسئولان کشوری از یک دستاورد پرکاربرد در عرصه نظامی و غیر نظامی رونمایی کردند. سیمرغ، یک هواپیمای ترابری سبک بومی با قابلیت‌های تاکتیکی که کار بازطراحی و تولید آن یک دهه زمان برده. نیاز کشور رو به هواپیمای ترابری سبک تأمین میکنه. این هواپیما قادر هست که در قالب فرودگاه‌های ما نشست و برخاست داشته باشه. از آنجایی که ایران کشوری پهناور و از لحاظ گستردگی همواره امکان مواجهه با حوادث طبیعی را دارد، هواپیمای ترابری تاکتیکی سبک برای استفاده از باندهای کوتاه و آسیب دیده یک نیاز اساسی است. هواپیمای توربوپراپ نسبتاً ارتفاع و سرعت کمتری دارند و برای بارهای لوکال و منطقه‌ای خیلی مناسب هستند. این هواپیما بین 4 تا 6 تن ظرفیت حمل بار داره. هواپیمای ترابری سبک سیمرغ اگرچه به لحاظ ساختاری مشابه نسل‌های همرده خود است، اما سامانه اویونیک، پیشرانه هواپیما، قطعات جدید و قدرت مانور این پرنده قابل مقایسه با نمونه‌های مشابه نیست. نسبت به اون پلتفرم اصلی که داشتیم حدود 1 متر و 60 سانت اضافه طول داشته، یعنی رمپ دور اضافه کردیم. دربی که در انتهای هواپیماست در واقع باعث میشه شما بارها رو بتونین منتقل کنین. هر تغییری که بخواد توی این هواپیما اتفاق بیفته مستلزم اینه که کل اون هواپیما باز مدل بشه، بیاد تمام طراحی قبلیش به دست بیاد. در حوزه دفاعی ناوگان ترابری نیروهای مسلح ایران پیش از این از هواپیماهای ترابری نظامی غربی و شرقی استفاده می‌کرد که سیمرغ به خاطر سبک بودن می‌تواند سرعت عمل در پشتیبانی را بالاتر ببرد. این هواپیما قابلیت اینو داره که وارد تست‌های پروازی بشه. خب اون تست‌ها گام به گام برابر استاندارد، اشکالاتی اگر باشه رفع باید بشه تا نهایتاً صلاحیت پروازیش تایید بشه و انشالله پرواز انجام بشه. طراحی این هواپیما دانشی جدید را برای طراحی و ساخت هواپیماهای پیشرفته تر به وجود آورده است. بیش از 54 شرکت دانش بنیان مشارکت داشتن با حسا. حالا سیمرغ، آن هم با دانش کاملا ایرانی، امروز یک محصول پیچیده دانش بنیان است. محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.